عزیزان برگشتیم با ادامه برنامه سلامتی روزمره هستیم و سپاس از تک تک شما خوبان که تا اینجا ما را همراهی میکنین. خب دکتر صاحب با ادامه صحبتاتون و جواب دوستان. بله متاسفانه در نمبر که هست فعلا چون برنامه لایف هست از طرف شب باز تماس میگیرن هموطنان فکر میکنن که برنامه اون وقت لایف است. بله بله میخوایم امروز خود دکتر صاحب تماس بگیریم. نمبر فعال ما را اون در پیش تلویزیون دیدین کمیال تماس های فعلا ما جواب میدیم. بله. در صورتی که هموطنان عزیز ما مشکل دارن و مشکلات صحیشون هم تو ناگفته باقی میمونه از طریق شماره تماس 0789 222289. بله. با تکرار میکنم 0789 222289. از این طریق میتونه با ما از واتساپ مسج بگذارن با ما تماس داشته باشن تا اینکه هدایت های لازم صحیح برشون ما ارائه کنیم. بله. و در صورتی که کدام پرسش طبی پیرامون موضوعات صحیحشون می داشته باشن از طریق صفحه دکتر قیس نگزاد به فارسی ما در خدمتشون قرار داریم. بله بله. میپردازیم به پرسش هموطنان عزیز ما. با ادامه صحبت های خود میخوام اینو علاوه کنم که دریافت های کلینیکی که پیش بعض از مریضا موجوده باز خود تماس نیست رفت دیگه تماس پشت کارش میخوایم ادامه بدیم دیگه بخیر که بحث ها ادامه داده شوه. طوری که دریافت های کلینیکی که پیش مریض است گفتم یک ناراحتی سیستم هاضمه به وجود میاد، احراز علائمی که به صورت عموم پیش از این مریض موجود است، یک درد بسیار شدید در ناحیه اپیگاستریک موجود است. یعنی به صورت صحبت های متیز شد. بله. خب مجبور هستم به خاطر که 10 دقیقه یا 15 دقیقه وقت است اینقدر یک تاپیک مونده متوجه هستین. بله بله. به این خاطر پیش مریض به صورت عموم درد در قسمت اپیگاستریک موجود می باشه. این درد ها اکثر اوقات گفتم کتی قهر و کتی به طور مثال عدم گرفتن غذا، کتی حالات استرس بار در جریان نیمه شب ممکن است شدید شود، گرفتن آب، گرفتن بعض غذاها مثلا وطن ما و گرفتن به طور مثال شربت های آنتی اسیدی را آرام میکنه. پرسش شاندگان برشان ارائه میشه. یکی در ضمن مریضا ممکن است که دیسپپتیک سیمپتومز داشته باشن، اعراض علائم سوء هاضمه. مثلا چی؟ مثلا مریضا ممکن است یک سری مشکلات در قسمت نفخ و باد داشته باشن. ببینی که مریض به طور مثال میگه دو لقمه نان میخورم شکم قر و قر میکنه، متوجه هستین؟ بله بله. و در پلی از اون ممکن است مریضا بعض اوقات از یک سری ناراحت های دیگه سیستم هاضمه که به نام ارلی سیتی یا سیری زودرس شکایت داشته باشه. میگه دکتر صاحب پیش از اینکه نان بخورم تو فکر میکنم که دو غوری پلاو بخورم، همین دو لقمه رک میخورم با سیر میکنه. اینو به نام ارلی سیتی میگن که یکی از دریافتای کلینیکی است. مریض ممکن است بی‌اشتیایی داشته باشن، مریض ممکن است دلبدیا داشته باشن، استبراقات. بله. پیش مریض بعض اوقات موجود باشه و روز به روز بعض اوقات ممکن است وزنشان کم شوه. اگر اختلال دادی پیشرفته میشه، مثلا خون در مواد غایت تظاهر پیدا میکنه، بندش ایجاد میشه، ممکن است خدای نخواسته در مراحل پیشرفته به سرطانات تحول کنه. بله. و در نهایت اختلالات را به وجود بیاره که باز حتی ایجاب تداوی جراحی را میکنه. پرسش هموطن گرامی ما، متاسفانه در برنامه وقتش کم است که یک مریض صحیح اپروچ نمیشه. اگر برنامه را صحیح مختصاص بدیم که یک مریض باید یک ساعت گپ بزنه آدم. بله. متوجه هستین؟ یک کتاب به طور مثال هست به نام هریسن ادیشن 20 اپروچ اف دی پیشنت ویچ از سافرینگ فرام دی گاستروینتستینال فایندینگز. یعنی مریضایی که از مشکلات سیستم هاضمه شکایت که بخون 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 تناخ به طور مثال زخم میده جو درد پیدا نمیکنه. بله. ده ها مشکل دیگه است. پانکراتایت کی رد کرده، التهاب پانکراس کی رد کرده، موجودات سنگای کیسه صفرا را کی رد کرده، موجودات سنگ گرده را کی رد کرده، به طور مثال التهاب کیسه صفرا را کی رد کرده. بله. اینا تمام دریافتای کلینیکی است که این لوحه را تولید میکنه. بنابراین بله. مریض باید اپروچ شوه. یا بعض اوقات مریض از ما زنگ میزنه میگه دکتر صاحب سینه‌م درد داره، اگه هدایت بده از اونجا دوا بگو. هم وطن گرامی مال برنامه خوب به این خاطر نیست که ما مشاوره آنلاین برات بدیم. بله. متاسفانه امروز در جامعه دیده باشین دکتر به طور مثال یک 5 روز میای مریض خود پیدا میکنه، باز میگه دکتر رفتم مریضای خود در اسکایپ میبینه. از برای خدا این کدام منطق ایجاب میکنه؟ بله. مریض کمی استاتوس کو به سرش نمونده، خودت معاینه فیزیکی نکردید، آنلاین در تبابت نمیچاره. بله. اسکایپ چی؟ بله. برابری این تجارتای هست که متاسفانه امروز در بین جامعه ترویج پیدا کرده و باید اصلاح شود. هر سه هموطن ما بسیار دریافت کلینیکی شان مشابه به این بود که از مشکلات سیستم هاضمه ممکن است اینا شکایت داشته باشن، اینا به زودترین فرصت به متخصص بخشش مراجعه کنند تا اینکه مشکلشان حل شود و از این مشکل رهایی پیدا کنند. چرا مشکلات سیستم هاضمه هر قدر که طولانی مدت باقی بانه اما قدر انذار وخیم و اختلالات پیشرونده و شدید ممکن است در رنج مریض به وجود بیاید که باز مشکل ساز است. بله سپاس دکتر صاحب. خب در رابطه با اندوسکوپیک بگوین که مریضایی که دچار زخم میده یا زخم سیستم هاضمه هستند با کدام مریضا خود اندوسکوپیک توصیه میشه؟ خب سعی کنین اندوسکوپی به صورت از دو کلمه مشتق شده، این دو به مفهوم داخل، سکوپی که از اسکوپین گرفته شده. بله، یعنی دیدن. بله. داخل میبینی. متوجه هستی؟ بله. بنابراین اندوسکوپی یکی از عمدترین معاینه تشخیصی بر مریضا است، ولی استدباب باید داشته باشه. در خود کتابی را قید میکنه میگه یک معاینه است که پیسی مریضا میره در پلی از او اختلاط داره، مشکل ساز است، خطر است، ممکن است پاره شه و میری مریض، ممکن است به
طور مثال مریض صحیح التهابی شوه در افغانستان ببینی 15 روز بعد یک انتسکوپی شده باز پیش متخصص صاحب دیگه مراجعه میکنه دیگه پایپ مندازه و دیگه پایپ مندازه و یگان مریض آنقدر به طور مثال مشکل دماغی داره که مراجعه میکنه یک ناراحتی عادی سیستم آزمه داره میگه دکتر سی یک دفعه پایپ نندازون از برای خدا دای پایپ چی شکرک است که قمردم شوقی شه است ولی ها اگر استدباب داشته باشه باید یک ثانیه هم تاخیر نشه. ایناله ایندیکیشن های مطلقی که در جدول کتاب هریسن ذکر میشه و بیان میشه که کدام مریضا به صورت عمومی ایندیکیشن داره که پیشان پایپ باید انداخته شه واقعا پیشان پایپ اجرا شوه کی ها هستند باید بر از اینا اندوسکوپی توصیه شوه. نمبر اول در صورتی که سوی هاضمه پیش مریضا موجود میباشه و علت از این مشخص نباشه دیسپپسیا. دوم به صورت عمومی نزد تمام افرادی که یک سلسله تشوشات پیشان ایجاد میشه ولی بعد از سنین 55 سالگی چرا تشویوی امراض سیستم هاضمه بعد از سنین پیشرفته تر و بعد از سنین 55 افزایش پیدا میکنه. در صورتی که مریضا از احساس بندش در قسمت گلون خود شکایت داشته باشه و غذا را وقتی که تیر کنن غذای جامد بند بونه پیش از اندوسکوپی توصیه میشه. در صورتی که پیش مریضا الارم ساین موجود باشه علامه هشدار و علامه خطر موجود باشه داره. مثلا علامه هشدار چی که مریض روز به روز وزنش کم شده بره، مریض به طور مثال روز به روز خاصف شده بره، مریض به طور مثال سنش زیاد است ولی مشکلات سیستم هاضمه می داشته باشه، اون مریضایی که جی آی بلیدینگ داره از مواد غایتیش یا به طور مثال از استفراغش خون میآیه، اون مریضایی که زردی می داشته باشه، اون مریضایی که پیشان ورشو پوزتیو می باشه یعنی عقدات لنفاوی در قسمت سابکلاویان چپ در قسمت جس میشه یا علامه یک از علامه مالیگنسی است باید این مورد، اون مریضایی که به طور مثال در شکمش هم کدام کتله جس میشه، اون مریضایی که زردی پیشان موجود می باشه، اون مریضایی که سیروز کبد پیشان به وجود آمده، اینا همش به طور مثال استدبابات اندوسکوپی است. ولی در غیر از او هر مریض به طور مثال کاندید کردن به خاطر اندوسکوپی کار مناسب و منطقی نیست، چرا بار بار متکرری پروسیجر اجرا کردن خودش یک سلسله سایدگی را در سیستم هاضمه ایجاد میکنه خصوصا اگر توسط یک فرد اکسپرت و تخصصی صورت نگیره. بنابراین اگر جای نداشت کسی حق نداره که بر مریض توصیه کنه، ولی اگر جای داشت و استدباب داشت باز مریضی حق نداره که دلیل بگوید به خاطر که بسیار اوقات ما را به خاطر رسیدن به تشخیصا کمک میکنه. بله سلامت باشین دکتر صاحب. خب دکتر صاحب در رابطه با تداویش بگوین اشخاصی که به این مرض مبتلا هستن چگونه اونا میتونن تداوی بکنن؟ مشخصا نمیفهمم که در برنامه ما چند دقیقه وقت داریم که تداوی از یه حد اقل بحث هسته حدودا چقدر ما شاید وقت داشته باشیم؟ خب 12 دقیقه وقت داریم شما دیگه مو زمان بندی بکنین که در چقدر وقت شما درست است. قبل از اینکه در مورد تداوی صحبت کنم میخوام چند نکته رو بیان کنم چون 12 دقیقه وقت داریم. نمبر اول به صورت عموم هیچ نوع کالریشن یا ارتباط بین زخمای معده و غذا تثبیت نشده. بله. امروز یک سلا در یک سلا جایا تبابت به صورت عموم جنبه تجارتی رو بر خود گرفته، اینقدر جدول ها رسم میشه غذاهایی را که مریضان مچم چرقمی کم استفاده کند زیاد استفاده کند باید نخورند. افغانستان یک کشور فقیر است. فرشته جان اینجا متوجه باشی یک اقتصاد متوسط یک فامیل که داشته باشه خود خانهش به طور مثال شب یک برنج است که یک کچالو یک برنج است که یک لوبیا یا به طور مثال یک گوشت اگر یک هفته یک دفعه بخوره. این به طور مثال اروپا یا ایالات کالیفرنیا نیست که مثلا در صبحانه در سر دسترخوان یک دو رقم میوه باشه یک شش رقم قطق بگفتیم و شما باشه یک سه رقم هم نان باشه که بگی ایشه بخو ایشه نخو ایشه بخو و ضرورت و زیاد تزیید تکافو کنیم. از یک طرف دوای معده جذب یک سلسله مواد کم میکنه، کلسیم کم میکنه، به طور مثال جذب آهن کم میکنه، جذب ویتامین بی 12 کم میکنه. از یک سو مریض پریزای به جای لست میتیم نخو ده نخو لوبیا را نخو فلان ابا نخو بستان نخو. یک سلسله حالات وجود داره که برام فود الرژی است، مریض که تغذا اساس است. یا بعض از افراد وجود داره که به طور مثال عدم تحمل لاکتوز دارن، مثلا قند شیر که در ترکیب چیز باشه اونها رو تحمل نمیتونه. بله. یا مجبور است پریز کنه. ولی تمام مریضایی که یک نفخ و باد داشت، یک به طور مثال ناراحتی داشت، کدام میدهش قرار قرمه که دگوره تو نیست که ما از کل غذا پریز کنیم. بله. از برای خدا یک کشور فقیر است، 5 رقم غذا داریم، از 5 رقم غذا که یک مریض پریز کنه خیلی چی باشه او به طور مثال زخم معده در جای خود ماند که مریض از سوی تقاضی خود هزار جنجال برش ایجاد شد. بله. بنابراین پریزای به جای در طبابت جای نداره. یکی یک سلسله امراض هست، مثلا شکر برات گفتیم، نقرس برات بله. گفتیم، عدم کفایی گرده را گفتیم، مثلا مریضی که گردهش فلج گوشت باید زیاد نخوره، مریضی که به طور مثال گردهش فلج رومی را باید زیاد نخوره، کله را باید زیاد نخوره، بر نمک باید زیاد نخوره. آفرین، اینا نام خدا بگی یک نیمچه دکتر شدی. اینی کارا را باید نکنه. ولی پریزایی که مثلا بعض از امراض تثبیت شده او را مجبور است مریض مراعات کنه، ولی وی که تثبیت نشده ایرا نخو اورا نخو فلان نخو بستان نخو چی را بخوره. عقاید غلط وجود داره. مریضایی که به طور مثال روماتیسم مفصلی داره ریمو نمیخوره، نارنج نمیخوره، به طور مثال اینا چکه و ماس یارا نمیخوره، در حالی که ای از تخریب مفاصل جلوگیری میکنه. بله متوجه هستین، جلوگیری میکنه. ولی مریض ببینید میگه من نارنج نمیخورم، لیمو نمیخورم، چرا نمیخوری؟ خب به طور مثال در حقیقت در حق خود جفا کرده میری. بله. یکی
دوم نقطه ای که من اشاره میکنم عبارت از این است که به صورت عموم تداوی از این مریضا نظر به این صورت میگیره که از باعث چی در نزد مریض زخم به وجود آمده. اگر از باعث انسیدی یا دواهای تسکین کننده درد است، اینه باید کنار بگذاریم. اگر از باعث اچ پایلوری باید ریشکن شود و حداقلش تداوی زخم ها به مدت 6 تا 8 هفته ادامه داده میشه. بعض از زخم های دیگه هست که به صورت عموم تداوی از اینا طولانی مدت میشه، به خصوص اندوسکوپی. اگر سایز زخم یا سایز ایروژن شدیدگی بیشتر از 2 سانتی متر باشه و عمیق باشه، ممکن است تا 12 هفته 16 هفته و حتی بعضی اوقات طولانی مدت مورد تداوی و منیجمنت اینا قرار میگیره. نظر به حالت زخم فرق میکنه. در صورتی که به طور مثال تداوی بالمکتب پیش مریضا صورت بگیره و در تداوی تاخیر نکنن، اما قدر انذار خوب تر میداشته باشه. اگر یک زخم تداوی نشه، اختلاط به وجود میاره، کامپلیکیشن به وجود میاره. پنج کامپلیکیشن بسیار زیادی عام است. در بعضی کتابا 2 تا ذکر میشه، در بعضی کتابا 4 تاش. بعد کلش جمع بندی کنه، 5 اختلاط خطرناک داره. نمبر اول اختلاطی که پیش مریضا به وجود میاره عبارت از گاستریک اوت و دابستراکشن است، یعنی انسداد قسمت خارجی معده. بله. التهاب که ایجاد شد، التهاب که ایجاد شد، ببینید که مریض دیگه به طرز کمی نان میخوره، پس استفراغ میکنه. اونجا بندش ایجاد شده، پیش از این مریضا سالین لودینگ تست پیشون اجرا میشه و توسط اندوسکوپی تثبیت میشه. متدای جراحی بیرلوت 1 و بیرلوت 2 ضرورت داره، کلا نمیریم در کیس جراحی. دوم به طور مثال ممکن است پیش مریضا بلیدینگ تحساس کنه و این اختلاط بسیار عام شد. بلیدینگ خونریزی یا مواد غایتیش خون میه، یا به طور مثال از استفراغش خون میه، یا اینکه به طور مثال مواد غایتیش یا رنگ میه، هماتوچیز یا ملینا هماتیمیزس. اختلاط دیگه که پیش مریضا موجود میه عبارت از پرفوریشن است، سوراخ میشه زخم است. خب به طور مثال عمیق رفت کمی سوراخ شد، از این سو بنگوتا کل محتوای سیستم هاضمه کاتمتیزا بیاش میره در پرتوان، کمی رفت تک شکم مریض، کمی دست بزنی بند شخبی داره، چیغش آسمان میگیره. واقعی جراحی است، تیزی که به مریض باید لاپاراتومی شه و شکمش به طور مثال پاکاری شه، در غیر از او لایف تریتنینگ کاندیشن مریض ممکن است یک روز بکشه. متوجه هستین؟ و دیگه پنتریشن است، را پیدا میکنه به عضو دیگه، مثلا پشت معده پانکراس است، همین زخم سوراخ کات خود میره به پانکراس را پیدا میکنه، پانکراس هم جوجو میکنه، ممکن به کیسه صفرا را پیدا کنه، ممکن به جگر را پیدا کنه و اختلالات بسیار خطرناک است. و در نهایت زخمایی که هیچ مورد تداوی قرار نمیگیره، عدم تداوی کردن کدام شاهکاری نیست و تداوی خود سرانام کدام شاهکاری نیست. متوجه هستین؟ یک مریض است، من فلانی مشکل دارم، خود دوا خودم میخورم، خود کارت غلط است دیگه. یا من دکتر سر زخم معده دارم، می دقیقش نیستم، کارت غلط است دیگه. به می خاطر باید این کار ما در نظر داشته باشیم. اختلاط پیش مریضا به وجود میآید و اگر بیخی بی تداوی میمانه، ممکن است سرطان های سیستم هاضمه را به وجود بیاره که بعضش حالت ایرورسیبل است. بنابراین به مجردی که کدام مشکل به وجود میآید، بدون کدام تاخیر به خاطر تداویش اقدام به عمل بیاید. تداوی ازیرا، تداوی اختلالاتش و در نهایت هم سایر فاکتورهایی که وجود داره، ان شاء الله روز آینده در بحث آینده در ساعت 1 تا 2 و همچنان از طریق لایف و تکرار برنامه را شما میتونید امشب بخیر ساعت 9:30 تا 10 تماشا کنین. و باز تکرار میکنم، در صورتی که پرسش های تیبی تا ناگفته مانده، از طریق شماره تماس 0789222289 با ما به تماس شوین. ان شاء الله مشکل صحی شما را براتون بازگو میکنیم تا جای توان، ولی هیچ وقت توقع به این رقم نباشه که ما از طریق به طور مثال فاصله 500 کیلومتر 400 کیلومتر بر مریض بگوییم دردت که قلب داره، قلبت اگه درد داره، دردت که قلب داره. متوجه هستی؟ جمله برعکس شد، اگه بگوییم قلبت درد داره، برو تابلت نیتروگلیسرین بگیر، یا اگه معده درد داره مشکل معده است. بله، بعض اوقات به اختلال مدیکال رو اشتباهات تیبی است، در مریض رفته در ولایت مزار چکر زده، بغلان چکر زده، پل خمری چکر زده، که به طور مثال چی گپ است اینجا، خود ماکم گرفته، میدیم درد داره، میدیم درد داره، شربت آنتی اسید پانتوپرازول، شربت آنتی اسید پانتوپرازول. از این مریض که می گراف گرفته میشه که از لید اول تا لید آخر ببینه که تغییرات اسکیمی قلب دیده میشه. بنابراین تمام دردایی که در سیستم هاضمه بود، ممکن مربوط به سیستم هاضمه باشه، ولی سایر امراض در این رد شوه. عین شکل دردی که در سینه می باشه، کلش دیگه مربوط قلب نیست. مسئله ستون فقرات باید رد شوه، مسئله فوق قبرغا باید رد شوه، مسئله شش باید رد شوه، مسئله بتام سال مشکلات سیستم هاضمه میری باید رد شوه. آنتریو چستول سیندروم باید پیش مریض رد شوه، کل ازیا باید رد شوه. تو نیست که دردی که در قلب بود، دردی که در سینه بود از قلب، دردی که در شکم بود از معده، یزای دیگه مولی پست کنن. تمام مشکلات خدا داد. سپاس دکتر صاحب، موضوع بسیار مهم امروز روش صحبت کردیم و امید که برنامه خوب رو تقدیم دوستان کرده باشیم. و شما میشه در اخیر پیامتون رو بگید. کدام پیام خاص دیگه صاحب نداریم. امروز ما بیخی زله و مانده شدیم، بیان کردن همین برنامه را اگر در نظر بگیری 5% تو پیش میبری، 95% هم پر گفت. امیدوار شنواتان عزیز خسته نشدن باشن. تشکر از تمام عزیز دستندارکارا و شیر بچه ها و دخترایی که هستن که تیم مدرسه تحیه و تدارک برنامه کمک میکنن. واقعا زحمت های هر کدامشان ستودنی هست و امیدوار هستم فیدبک مثبت ما از برنامه داشته باشیم. پرسش های تیبی تان هم باز تاکید میکنم با ما در میان بگذارین، ولی در وقت مناسب. تو نیکه دا برای دکتر
صاحب یک بجه شو زنگ میزنه دکتر صاحب از ولایت مزار تماس گرفته من به خاطر معده کدام چیز پریش شوه. آخر ما خوبتر مثال ربات نیستم، ما استراحت ضرورت دارم. در وقت مناسب ما ان شاء الله پرسشگوی پاسخهای طبی شما هستیم. شب برنامه که در اندرلاین بدو فعال نمی باشد، نمبر 0789222289 فعال است و شما میتونید پیش پرسشگوی طبی تون با ما در میان بگذارید. از خودتان تشکر که خفه نشی برنامه را پیش بردی. تشکر، سلامت باشی. خب بیننده های عزیز، بعضی از دوستای ما در جریان وقفه تماس گرفته بودند، آدرس دکتر صاحب و همچنان شماره تماسشان خواسته بودند. آدرسشان هست بازار کارته 4 متصل به یگانه در منتون و همچنان شماره تماسشان هم هست 0789222289. دکتر صاحب اینجا زبانم یک کم تیش شد. خیر است، انسان هستی، دماغ بعض اوقات ایرور میده دیگه. و دوباره تکرار میکنم 0789222289 و همچنان شما میتونید صفحه فیسبوکش به نام دکتر قیس نگزاد است به فارسی نوشته صورت شما لایک بکنین، کامنت بگذارین و همچنان پرسش های طبی را که شما دوستان دارین میتونین که از دکتر صاحب بپرسین و مطرح بکنین. دوستان در اخیر برنامه هستیم و سپاس از تک تک شما خوبان که تا این دم ما را همراهی کردین. تا برنامه دیگر و یک روز دیگر شما عزیزان به خداوند مهربان می‌سپارم. الله نگهدار همه‌تان، وقتتان خوش.